این مرد که خود را جنرال مبین میخواند حتی یک روز هم درس نظامی نخوانده و به اساس رتبه به جنرالی نرسیده است. او میگوید که مردم او را جنرال خواندند و او شد جنرال. مبین در میان مردم به تبصره ها و فعالیت های خاصش شهرت دارد. او تا چند روز پیش یکی از فعالترین کاربران شبکه های اجتماعی بود و پست هایش به پیمانه فراوان دست به دست میشد. او همه برای طالبان تبلیغ می سلام هموطنان عزیز، وقتتان بخیر. به یکی از دیگر ویدیوهای من خوش آمدید. هموطنان عزیز، عبدالعظیم بدخشی شما همه شما با چهرهش آشنا هستین. تقریبا مدت یک سال میشه که عبدالعظیم بدخشی در زندانهای هندوستان بود. هموطنان عزیز، عبدالعظیم بدخشی در یکی از مسابقات آخر خود که یکی از فایترهای ایندی به افغانا توهین کرده بود و در اونجا ورزشکارهایی که بودن مردم افغان ما که بوده در اونجا توهین کرده بود و عبدالعظیم بدخشی هم باید جنگ میکنه و او رو به شدت میزنم. او آدم زخمی میشه، در یکی از چفقانها بستر میشه و در اونجا از عبدالعظیم بدخشی شکایت میکنم. و بعد دو گفتم میشه که پلیس هند میره و اوتل ازی که تا اسناده و چیزایش که چک میکنن که میبینن عبدالعظیم بدخشی دو پاسپورت داشته. همه تانو دید به این خاطر جرم دید یادتر شده. به یک سال مدت یک سال میشه که عبدالعظیم بدخشی بازداشت شده بود و بعد از او آل رها شده. تقریبا دو روز میشه که از بند پلیس رها شده و وقتهای جدید خواهم در صفحات اجتماعی خود انداخته به نشر رسانده. و یکی از ویدیوهای جدید شما که آمده همتان شما رو لینکش بر شما در پایین دسکریپشن و یک کمش در بر شما در ویدیو نشان میتونم داخل ویدیو که شما ببینین گپای جدید میدنه که درباره چه رقم بازداشت شد و درباره مسابقات جدید خود میگه و چی پلانای دارم. و فعلا هم در هندوستان است هموطنان عزیز. و از این موضوع میگذارم شما حتما نظریاتتون رو نوشته کنین. و یک خبر دیگه که هموطنان عزیز، تقریبا یک هفته شد، از یک هفته کمتر یا زیادتر، که کی جنرال مبین گم است، از سوشال میدیا، از کل جای گم است. و بعد که من تقریبا یک ویدیو جور کردم که بر شما گفتم که جنرال مبین بازداشت شده، در پایین دکومنت ها دیدم بعد از مردم نشته کردن نه گپ تو دروغ است. هموطنان زیادی آدم بازداشت شده، گپ حقیقت است. جنرال مبین پلاستیکی که در سوشال میدیا افغانستان نام داره این بازداشت را، و کسی که در سوشال میدیا افغانستان بسیار جاد نام هم داره، از طرف طالبان بسیار جاد تبلیغات میکرد، هر بار که این آدم رفته از ایران یا پاکستان یا کدام گپ زده این آدم بازداشت شده. این هم من میگم این هموطنان زیادی بیان که گزارش افغانستان انترنشنال دربارش تهیه کرده و بین اینمی رو گوش میکنیم که ببینید درباره این جنرال چی گفتنی های داره و چی یک این همادان ویدیوش. این مرد که خود را جنرال مبین میخواند حتی یک روز هم درس نظامی نخوانده و به اساس رتبه به جنرالی نرسیده است. او میگوید که مردم او را جنرال خواندند و او شد جنرال. مبین در میان مردم به تبصره ها و فعالیت های خاصش شهرت دارد. او تا چند روز پیش یکی از فعالترین کاربران شبکه های اجتماعی بود و پست هایش به پیمانه فراوان دست به دست می شد. او همه برای طالبان تبلیغ می کرد، اما همزمان نیش انتقادی هم گاهی با آدرس این گروه داشت. مبین یک هفته می شود که لادرک است و خبری از او نیست. گفته می شود او حالا در بند است و در کنج زندان آب خنک می نوشد. چرا جنرال مبین مورد غضب طالبان قرار گرفت؟ او بار بر نقطه حساس انگشت گذاشت و مسئله آبهای افغانستان را با پاکستان مطرح کرد. مونگ خوشبختی داده مونگ سپه قرار پریگدین خدا غسه دیزل و آغر آوانده سمندره نو رازیز دوطن خپل جور کاری اوزان نکا کامورا جور که پوشه هر ویلا ده زرغون که لکن انگرار غنده پا خدای او بدی او بدی او بدی. جنرال مبین در روزهایی که نزاع بر سر آب میان افغانستان و ایران به رویارویی نزدیک بود با بشکه زرد او رو شما دیدن که همتان دید بار اول که بازداشت شده بود. من در ویدیو دیگه هم بر شما گفتم که به خاطر پاکستان انار بار دوم که بازداشت ببینین که افغانستان انترنشنال هم در گزارش خود میگه به خاطر ایران که امرای بشکل در آب پرکت و بسیار تمسخر بسیار در سوشال میدیا افغانستان در ایران هم مورد انتقاد قرار گرفت و به این خاطر بین بشنایی با نمادینش مسئله آب هلمند را به تمسخر گرفت. این واکنش او در رسانه های اجتماعی وسیع انعکاس یافت. رئیس جمهور ایران اخطار داده که او ندادی ما حمله میکنیم،
د هلمند دا ونیسته کې نماز لوګری شریف بر شاو پاک میبرم خو اختار نته ما میتر سم باز نه یک بشکا د خدمت تانست. انتقادات جنرال مبین تنها به آبهای افغانستان محدود نماند که به ایران و پاکستان سرازیر می شوند. او فراتر گام نهاد و در یکی از نوارهایش از همکاری با گروه طالبان ابراز پشیمانی کرد و از عملکردهای این گروه انتقاد کرد و حاکمیت طالبان را ملاکراسی خواند. در شایمک او نه زدی دست نظام پلوی امچال تا ملاکراسی مکمل هر چد طالب پلاس کی. ورور دلته مسلکی وزارتونه دی زار وخت چغه وهم چې دا باید مسلکی خلکو توار کول سي مسلکی ریاستونه دی دا باید مسلکی خلکو توار کول سي خلیفہ صاحب وزیر د داخله په همدغه الفاظ او دا خبره و نکړل چې په دې نظام کې مونږ ټول حق لرو اوس د مخابرات وزارت دا یو مسلکی وزارت ده دا باید مونږ ته او څو خو اوس په دوه کالو کې ګوره د تیر نظام نرخونه او د اوس څه فرق مسره لري خو هغه وخت کې نرخونه زیات خو طالب ته اجازه ورکوله. یکی از اعضای خانواده جنرال مبین میگوید که استخبارات طالبان از دستگیری او انکار کرده و آنها نگرانند مبادا طالبان او را بکشد. جنرال مبین که در آغاز حاکمیت طالبان خود را مسئول امنیت کابل می‌خواند، حالا امنیت شخصی او در گرو طالبان است. گروهی که هموطنان شما خود گزارش را شنیدین از اول تا آخر گفت و دیدین که این جنرال مبین که خودش در سوشال میدیا نامش به نام جنرال مبین شده، یک روز هم در کدام کورس یا در کدام نظام چیز یعنی درس چیز نخوانده، همین رقم جنرال نامش یاد میشه. دیدین بدون آبای المان بدون که از پاکستان باشه بالای خود طالبان انتقاد میگره. شما خود دیدین گوش کردین که مخابرات می به کسای مسلکی بدین ملا بازی است. اینی گپای زیاده و هموطنان با واقعیت که حقیقت میگه هموطنان دید این خود شما ببینین کسی که طرفدار طالبان باشه و کسی گپ صحیح رو بزنه اون رقم طالبان گمش میکنن. نال اینی آدم فامیلیش هم دیدین که از این میترسن که طالبا ای را از بین نبرن و اگر از بینش هم نبرن ما چون نمیفهمیم که چقدر سالها شاید ایر در زندان پرتن یا شاید آزاد شو یا شاید بخید گم شو. نام جنرال ببین چما دیگه در زندگی در سوشال میدیا تا وقت که طالبا در افغانستان حکومت داشته باشه یک کسر دیگه شاید نشناسین به خاطر یکی حال برخلاف خود طالبان شده میگی کارهایی که میگن اینو کارهای خرابی از گزارش شما از افغانستان انترنشنال خود شما شنیدین. محمدان دید حتما شما نظریاتان در پایین کومن نشته کنید که شما چی نظریات دارید در این موضوع در باره این موضوع. و یک اپده که دوستان دید که شما خبر دارید تقریبا دروز پیش در بدخشان در فیض‌آباد و بدخشان بسیار یک عملی خطرناک انتحاری در مسجد که چقدر نفر از بین و رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان از بین رفته اونجا بسیار واکنش های زیاد شد و این آدم که شما دیش عکس میبینید از داعش هست و داعش مسئولیت علی انفجار را گرفته. هموطنان خود شما ببینید انتحاری یا انفجار انتحاری بوده فکر کنم خود شما هموطنان دید ببینید که در افغانستان ما روز به روز داعش فعالیت های زیاد شده میره. داعش یا به نام داعش یا کم گروه های دیگه روز به روز زیاد شده میره و طالبان میگن تمام روز سخنگویشان ذبیح‌الله مجاهد میگن هیچ داعش نیست هیچ کس نیست. اگر شما ببینید در ظرف دو ماه سه ماه گذشته بسیاری از رهبران طالبان از طرف داعش در نقاط مختلف افغانستان از بین برده شدند، در مزار از بین رفته، بدخشان از بین رفته، فکر کنم در جلال آباد از بین رفته. از بینشان میبره انتحاریشان میگن و یا میگن داعش وجود نداره، به نام داعش هیچ کس نیست. خدمه یکی به امپرسان کنم که البته خودتان میدنین، البته شخصی کنم خصومت شخصی دارن در بین اکی دیگه خود خیلی دیگه خودم میدنن به نام داعش. خیلی ای که داعش نیست اوگو داعش نیست خیلی کی میدنی کارا میکنم. و حتما نظریتان در باره لیام نشته کنین و یک گپ بسیار خنده‌داره که مدیدم همتان دید در باره لیم انفجارات آخر که در بدخشان که شد میفهمین آمد کرده دکتر عبدالله بالای لی واکنش نشان داده. من یک چیز در وقت دفعه کرم خود گفتم باشین رو هم بر شما شریک بسادم شما ببینین نمی آمد کرده دکتر عبدالله همین سابق هم که عملات انتحاری میشد یا آدم ها اونمو کارشان بود یک واکنش نشان میدادن. اینه دم صفحه تویتر خود یا فیسبوک خود با پیج فیسبوک خود یک نشته که بسیار زیاد ما چی شدیم از این مردم هم واکنش هست یا دل واکنش پیش نمیرن اونا ما دکردن که افغانستان این وضعیت افتید یا رو بخوش ما اگنور کنین یا دی آدم های چلچی جور نمیشن یا دکتر عبدالله ایش نیل دیگه شده که ایش فرار کرد رفت.
شما حتما نظریات، انتقادات و پیشنهادات نوشته کردین در باره جنرال ببین و عبدالحلیم بدخشان که چی گفتنین دارین. و بسیار زیاد تشکر کردید که ویدیو ما دیدین. لطفا چانل ما را سابسکرایب کرده و لایک کنین. ویدیو را حتما با دوستانتان شیر کنین. و زنده باد افغانستان.